دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بچه‌ها در ادامه ویدیوهای بررسی کنسرت ها میریم با هم دیگه یه سری کنسرت های جدید ایرانی رو با هم مفصل بررسی کنیم، اما امروز میخوایم در این بین کلی چیز میز ابر باحال بهتون یاد بدم که ببینین موضوع وقتی راجع به فالشی و مالشی و اینا صحبت میکنیم چی هست، چون که کامنت هایی که گذاشته بودیم بعضا اینطوری بود که داداش داری چی میگی، ما اصلا متوجه نمیشیم فالش چیه فلان چیه، کما اینکه تو خود کنسرت ها هم میبینیم که وقتی ملت دارن دست و فلان میزنن برای همین فالشی ها، به نظر میرسه که خیلی نمیدونیم اصلا موضوع چیه. امروز مفصل به زبون ساده کار با هم جلو میبریم ببینیم که داستان چیه. بریم واه، ویدیو اول از ماکان بند که زیاد شنیدیم که این دو خواننده ماکان بند فالشی زیاد دارن، بریم ببینیم چه خبره. ببین واقعا بچه ها من واقعا عجیبه برام، من واقعا برام عجیبه. اولا شما بگین الان به اینجای همین چند ثانیه اول که رسیدین فالشی عجیب غریبیه کارو میفهمین؟ اصلا مگه ممکنه در این خب آخه اینا خواننده حرفه‌ای ان، مثلا چند میلیون فالوور فکر کنم 1000 سانس کنسرت رو رد کردن، آخه مگه ممکنه؟ الان میگم چه اتفاقی افتاده، اصلا امکان نداره. ببین الان چه اتفاقی افتاده، الان بند داره توی یه گامی میزنه. گام چیه؟ بند داره با یه رشته نوتی آهنگ میزنه، مثلا A B C D، هی A B C D A C A D B، مثال دارم میگم، هی اینا رو داره با همدیگه میزنه یه آهنگی میشه، درست شد؟ داره با اون اینسترومنت هایی که میزنه نوت های مثلا با فرکانس 100-200-300-400 رو داره واسه ما میزنه، هی ما داریم تو گوشمون از طریق بند فقط این فرکانس ها رو میشنویم. خواننده هم اگه میخواد بخونه باید فقط همین فرکانس ها رو بخونه، نمیتونه 110-115 فلان بخونه، اونم باید 100-200-300 با هنجرش امواجن دیگه، اینا یه موجه دیگه که داره مشخصه موجه لاندا و بسامد در طول موج و حالا به هر حال. خب ایشون کلن مثلا فرض کن بند داره میزنه 100-200-300-400 داره این فرکانس ها رو به گوش ما، ایشون کلن مثلا دارم میگم 10 تا بالاتره، 110-210-310-410، اصلا اجرای این کار خیلی از درست خوندنش سخت تره، چون تو داری با گوشت میشنوی دیگه. مثلا بچه شما فرض کنید دارین این صدا رو با گوشت میشنوی، آ آ آ، حالا میگم داداش ادای منو در میار، شما میگی آ آ، من این زیر دارم میخونم آ، شما میخونی آ، رو هم میفته. این رو هم انداختن صدای یکسان خیلی کار آسون تریه نسبت به این که من صدا در بیارم آ، شما میگی آ، میگم داداش من نمیشنوی، من دارم میگم آ، خب تو هم بگو آ، میدونی دارم چی میگم؟ اینا دارن بندو میشنون فرکانس های 100-200-300-400 به طور مثال، مگه میتونی یه ذره اون برتر؟ اصلا سخته. به نظر میرسه اصلا ایر مانیتوری نداره، اصلا ایر مانی، وای مگه میشه، اصلا مگه میشه ایر مانیتورینگ نداشت این خواننده؟ ببینید ایر مانیتورینگ چیه، من دارم صحبت از چی میکنم، میگم بند صداشو داری میشنوی، خب ایر مانیتورینگ چیه؟ یه از این گوشی هاست که میذارن تو گوش، مثل این هدستی که من دارم، بعد آهنگو یعنی به صدا بردار میگی داداش آهنگو تو این گوشم پلی کن، من اصلا بشنوم ببینم بند داره چی میزنه که منم رو همون بخونم دیگه. الان یه سر دستمون اومده که ما باید مثل نوتهای گامی که بند داره میزنه رو بزنم، این ورم به صدا بردار میگی داداش صدای خودمو که دارم تو میکروفون میخونم صدای خودمو بده به این گوشم که من بشنوم دارم چی میخونم. تو این سر صدا وقتی شما نشنوی خب پرت و پلا میخونی دیگه،
وقتی داری میشنوی با این مقایسه میکنی مغزت درست فرم درستش اینجوری ها مغزت فرمان میده که داداش داری چپ و چل میخونی یا داری درست میخونی. ایشون اصلا ایر مانیتوری نداره، اولین بار در زندگیم چنین چیزی میبینم. دلایلش چی میتونه باشه؟ نمیتونیم بگیم تجهیزات نداشتم، مگه میشه چند هزار تومنه مگه اجارش؟ اجاره میگه نمیخرن که، اون صدا بردار میاره، اصلا امکان ناپذیره. مگه اینکه بگه داداش ما که داریم پوله رو در میاریم و هزاران نفر میدیم ایر مانیتورینگ و ولکم بابا هر چی من بخونم اوکیه. فقط اینو میتونم تصور کنم که داداش هر چی من میخونم اوکیه، بی خیال مانیتور پانیتور رو ولش کن، گامامو ولش کن، ترانه مهمه دیگه، دارم ترانه مهمه، ترانه رو که دارم درست میخونم. هر بار این در رو محکم نبن نرو، حالا هر بار این در رو، یا هر بار این در رو، یا هر چی، مهم نیست که، مهم که هر در رو نبن محکم. بچه خوابه اصلا امکان ناپذیر این اتفاق. بزک دوزک مر بابا اذیتمون کنه بابا اصلا این واقعا دوربین مخفی اصلا نشدنیه. یعنی ملت امکان داره گوش درد نمیگیری؟ الان این گامی که این خواننده دو داره میخونه همون یکی است؟ آهن یکی بود؟ اصلا آدم گیجمنگول میشه بچه، در اشلی که اصلا گوشموش هممون میریزه به همینی. شما یه ذره از این چیزا گوش کنید دیگه اصلا نمیتونی درست بخونی. اونایی که میخوام برن کلاس خوانندگی و اینها، اساتید بهشون میگم میگن داداش فقط برو صداهای خوب گوش کن و نری پرت و پرت، گوشت خراب میشه. چرا؟ ببین ما گوشمون وقتی فرکانسای درست هی بهش بریزی تو مغزت اینا رو سیو میکنه، وقتی پرت و پلا بریزی اونا رو سیو میکنه، بعد که میخوای خودت بخونی دیگه فواصل نوتا نسبت به هم دیگه رو دیگه قاطی نمیدونی درست کدومه غلط کدومه. الان واقعا ما یه ذره اخیرا داریم کنستاتای فاش، من واقعا خودم دیگه اصلا شاید به این سمت نرم، اصلا گوشموش خودم داره خراب میشه. من یه زمانی تدریس گیتار زیاد میکردم، بند تکنیکی هستش که از این نوت میری به این نوت با بالا بردن سیم دیو دیو، ولی دقیقا باید به اون نوت برسی. بعد هنرجوام خب مبتدی بودن دیگه، فالش یعنی به جای اینکه مثلا دارم میگم 2 سانت بیاره بالا دستشو میو 2 سانت تا 2 دهم میو همش، خب من اونقدر فالشی میشنیدم خودم دیگه فالش میزدم، یعنی اصلا قاطی کرده بودم نوت اصلی چیه. سر کلاسی همش فالش از صبح تا شب، هی باید فالشی هنرجوتو اصلاح کنی، دیگه مغزت قاطی میکنه. اینجا واقعا مغز ما داره قاطی میکنه درست دارو. ابر یانگول شدیم اصلا، مگه ممکنه اون یه چیز با نمیشه این دادش، نمیشه اینطوری. ببین من بذار درست توضیح بدم، اینجوری نمیشه. ببین آقا خانم آقای البته اینو گوش کنین، حال میکنین چه تنین زیبایی داره؟ چون من دارم نوت‌های صحیح یک گام رو در کنار هم می‌نوازم. درجه مرجعم بلکن چه درجاتی دارم می‌زنم. تنین زیبا نیست، چند نوت در کنار همه، تک نوت که کاری ندارم. ما رو جو تک نوت نمیتونیم بگیم فالشه یا نه. درست شد؟ ولی اونجا که بنده، مثال دارم میگم، بند داره اینو میزنه، خواننده داره اینو میخونه، اون یکی بندم داره اینو میزنه. در کنار هم صدای خوشتنینی داره میده، چون که درست کوک شده، استاندارده، فالش نیست، فلان نیست، خوبه صدا دیگه. نه آقا من یکم فرکانس رو ببین الان این باید مثلا 100 هرتز 200 هرتز 300 400 درست شد؟ در کنار هم مثال دارم میگم، اینجوری نیست، من دارم به زبان ساده میگم. این فرض کنید که فرکانس های استاندارده که اینا داداش عشقی نیستا، اینا معادلات ریاضیاتی داره، این نوتا نسبت به هم دیگه فیثاغورس اینا درست کرده. حالا الان جاش نیست من بگم اینا عشقی نیست که چند هرتز فلان هر چی دوست داری بخونی، بر هم نهی امواج رو هم نمیفته اگر که فیزیک و اینا سررشته داشته باشه، من عشقی نیست، ریاضیاتیه، یعنی الکی. به هر حال آقا اینا خوبه دیگه، نه بله. حالا بیا ما فرکانس ها رو به جای 100 200 فلان یه خورده انگولک کنیم، مثلا اینم اینطوری کنیم، خوبه؟ گوش درد نمیده، دیوونه نمیشین، اما بزنم گوش کن
ابرخل میشیم. اتفاقی که اینجا داره میفته، خب فال دیدین در کنار هم دیگه میزنم، پرت و پلا میشه دیگه. به هر حال عجیبه این حجم از فالشی، عجیبه این حجم از پرتخونی، عجیبه. به هر حال البته در این اشل میلیونی هر خطای غیر قابل قبوله ها، هر در این اشل میلیون فالوور و هزار کنسرت داشت، شما روزی یک ساعت وقت بذاری به جان جفتمون، چیز که تو بعد سه ماه تیون میشی، روزی یک ساعت، یعنی شما 100 ساعت 200 ساعت 300 ساعت رو این قضیه وقت بذاری تموم کار، اینم وقت نداری چی کار میکنی؟ اشغال. بریم ببینیم با که میشه بابا، اذیت میکنی ما رو. آقای امیر مغاره پسر خیلی خوبیه، من دورا دور ایشون رو میشناسم، پسر بسیار خوبیه، در کنار مردم بود. خب دمت گرم، دمت گرم، واقعا اینا خیلی دارای ارزشه، ما فراموش نمیکنیم. ولی داداش به هر حال جدای این، جدا اینجا اخلاقت خوبه، پسر گلی هستی، در کنار مردمی، واقعا اینا ارزشمنده، ما دوستت داریم. ولی داداش تو واقعا باید یه وقتی بذاری دیگه، حیف نیست این همه شهرت محبوبیت، حال نمیداد درست میخوندی همه کیف میکردیم. اون الان که داغون کردم گیتار، اون تنین اولیه زیبا نیست، روح مهمون به پرواز. شما ویدیوهای عدل مدل میبینی کیف نمیکنی. خود آقای امیر مغاره عزیز که انقدر هم پسر دوست داشتنی، در کنار مردم فلان تیپ ابر حیول، شما لباس کار رو ببین، واقعا لباس کار خفن، این یقه بالا فلان، البته این سفیده رو نمیپسندم، کار رو ضایع کرده. ولی حاجیتون طراحی لباس دیگه، میدونی که من یه برند لباس هم دارم، ولی خب به هر حال لباس عالی، رخ خودت خوشگلی، بزک دوزک معرکه فلان، جنس صدات خوبه. ولی اینا واقعا اصلا اینا رو بذار کنار، شما خواننده اول از همه باید اول از همه بد لباس ترین آدم کره زمینم باشی، ولی خوب بخونی همه عاشقت میشن. نمیدونم رخ کارت افتضاح باشه، خوب بخونی همه عاشقت میشن، برعکس این اصلا جور در نمیاد. ما نمونه داریم تو ایران، اصلا نمیرن اخیرا ازدواج فلان، متوجه ای؟ اصلا به این نیست، خوانندگی باید اول از همه تیون. حالا با شکست وجودم، میتونستیم زندگی کنیم، نکردیم. اینجا هم ایر مانیتورینگ نداره آقای امیر مغاره، داداش اذیتمون نکن. شما واقعا نمیدونم با خودت چی فکر میکنی، میگی من اوکی حله حاجی، من مانیتور نمیخوام، اصلا امکان نداره همین اتفاق میفته. شما وقتی نشنوی ببین داداش، شما من دوستت دارم دارم میگم، اذیتمون نکن. شما تا موقعی که صدا رو نشنوی درست نشنوی، اونم لم داره، مگه میشه شما بلد نباشی؟ خام باید به گوشت بدی یا بدون ریور، بدون هیچی، این گوشت تازه با ولوم بالاتر صدا خودتو بشنوی. اینجا هم همه رو ندی، یا این برم فقط یک کیکو میدی تو درامز که ضربا رو از دست ندی، و یه گیتار ریتم میگی، یکی از ممبراتون که مطمئنی ازش پیانیستته، هر کی هست که آکورد دستشه، اصلا یه داستانیه، مگه میشه شما نشنوی همینجوری عشقی داری میخونی؟ بابا تو اصلا آکوردا رو نمیشنم، اینه این میره آکوردا رو به چه سمتی میره؟ میدونی شما همه این نوتایی که داری میخونی نسبت به آکوردا فواصلش نامرتبه، معلومه که درست آکوردا رو نمیشنبی، یک واقعا گوشموشت هم به هم ریخته. درست کردن این کارم واقعا آسون نیست بچه، همونطور که چند دقیقه پیش گفتم آدم دیگه فالشی مارچی برش تو گوشش، واقعا درست کردنش زحمت دیگه داره، اصلا مغز آدم دیگه ابر پکیده. حالا هرس میخوریم، هرس نمیخوریم، یعنی هرس که میخوریم، ولی این آدم ناراحت میشه از چیزای مختلف، همین که دلمون میسوزه برای یک مردم که پرت و پلا میشنون، حال میده واقعا، تون زیبا حال میده. شما یه ذره همین امپیتریاشون رو گوش کنین که تیونه تو استدیو تیون میشه دیگه، ببین چقدر کیف میده، واقعا همه سیخ میشه. خب اینجا سیخ نمیشه،
از صبح محصابت میریزه به من. مطمئن باش بچه از این کنسرت میری بیرون میری با دوست دخترتون دعوا میکنی، چون اصلا اعصابت ریخته به همینا. من حالا یه بار میخواستم راجع به احساس نوتا ویدیو درست کنم و اینکه بگم برهمنهی امواج بحث ریاضیاتی، واقعا اعصابت میریزه به من. اینا رو گوش میکنی، خب داداش خودت هم حال نمیکنی، هیچکی حال نمیکنه. و مردم جیغ و فلان، همه هم دختر هزار ماشاءالله. دختر پسندم از واقعا ایشون، حقیقتا بخوایم حسادت نکنیم ایشون دختر پسنده، ولی خب نمیدونم هم چرا این دخترها به صدا مدا و تیون و ملودی اینا تعطیل، فقط کله به بالا، رخ دمن برسته، رخ ابر بمبی، عشق و صفا و چه لباسایی، لباسات ردیفه. لباسه ایشون من نمره 100 نه، ولی 90 اینا رو میدم. بله بس لباس شد. خب ایشون به نظر میسه تو اون کنسرت دومی دیدم یه چیزایی رو خوب میخونه. به هر حال ما نمونه های خوب ایشون هم شنیدیم، یعنی ایشون خوب و بد داره. حالا الان اینجا نمونه های بدش داره به نمایش گذاشته میشه، ایشون فالشی داره، متوجه؟ ما نمیتونیم بگیم اون آهنگا خوب خوند اینو بد خوند، خواننده اصلا خوب بد نداریم بچه. به هر حال اینا اصلا الان دیگه بیشتر از این خیلی هم زیاد صحبت کنیم راجع به ایشون. ایشون واقعا باید یه وقتی خدا وکیل باید بذاره، حیفه این همه فن، این همه فلان. خب زیبایی هنر چی مگه همش فن و نمیدونم فروش و ایناست مگه؟ خب خود آدم نباید کیف کنه از اون تنین زیبای موسیقی؟ نباید ارضا بشه؟ ارضا میشی شما الان؟ سیخ میشی؟ ارضا میشی؟ نمیشی دیگه. به هر حال سلطان استیج اومد، سلطان استیج، آرش و مسیح، حالا هم کدومشون آرش میشه کدوم مسیح، ولی سلطان استیج، سلطان فروش و فلان. به 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 بابا اذیت میکنی. ببین اذیت دوربین نکنه که ادیتور ما رو اذیت میکنه. الکی رفته اینا رو با نرم افزار پیچ کرده، کوکا رو خراب کرده. ما فکر میکنیم آرش مسیح انقدر پرت میخونه، چون اصلا امکان نداره، یعنی واقعا امکان نداره ها بچه. من اصلا تعجب، من واقعا کنسرت پاپ تا حالا نرفتم، گفتم دو تا زندگیم رفتم محمد علیزاده و محسن نگار 7-8-10-20 سال پیش، اوکی بود، ولی اینا رو من بعد از اون دیگه کنسرت نرفتم، باورم نمیشه. بیا بی تو من از زندگی سیرم، بیا بی تو من از زندگی سیرم. مگه میشه آقا اذیت میکنی؟ مگه این نمید باشه؟ گوش کن. لا 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 لا. مثال دارم میگم، مگه نوت ها نمید نسبت به هم فواصلی داشته باشن؟ این خوشگله، گوش کنی. گیتارم قاطی کرد. مگه میشه شما فالشی در این اشل؟ ایشون نه به ضرب اعتقاد داره، نه به تیون اعتقاد داره. البته بیرا هم نیستا، ترانه مهمه. بیا بی تو چی گفت؟ نه زندگی میمیرم. توش ترانه رو داره میخونه دیگه، حالا دیگه چیکار داری نوتو موتو فلان. ولی واقعا اگه این کنسرت ها رو بچه های چند دفعه پشتن سرگیجه میگیرین، یعنی اگه شما بعد این کنسرت با دوست دخترت، یا اغلب هم که دختر نظام شده، شما که دختر تشریف بردی این کنسرت، بعد کنسرت اگه با دوست پسر دعوات نشد، شما خیلی آدم صبوری هستی، دمت گرم. ولی اگه دعوات شد فکر نکن خلوچلی،
بدون واقعا دیوونه شدی با این صداها. فکر نکن آدم عصبی هستی، میشی. مغز آدم داغون میشه این صداها رو کنار هم دیگه بشنوه. بعد یه کامنت گذاشته بودین که خب موزیسین ها، این کامنت قشنگ هم کامنت گذاشته بودین که خب موزیسین های بند چرا نمیرن به اینا بگن داداش آرش جان، مسیح جان، فلان جان، داشته یکم یه نمور بالا پایی میخونی ها، را داره اینا یه دو دقیقه وقت بذارید روشون نمیشه. شما اگه میشه اینا رو من دیدم اصلا اینا اصلا حساب نمی کنن ممبر رو، یعنی ممبر بگید بالا چشتر حاجی بفهم بیرون بابا. اینا نوکرم حاجی سلطان تو رئیس کل کره زمینیه. فکر نکن اینا جرات دارن بگن داداش فالش میخونی، میگه تو اصلا کیه چی باشی که باد کدوم در واقع نواحی سواحل باشی که بخوای به ما بگی من فالشم یا فلانم. اینجوریه داستان. همین الان ما داریم اینجوری حرف میزنیم چون الان سایه ما رو با تیر میزنن. یعنی من برم تو خیابون یه وقتی دیگه هو یه ماشینی چیزی زد، بدونین که از الان پیشاپیش میگم این از یا اجیر شده ایشون هستن ایشونها، یا به هر حال تایید کننده های ایشون. حالا شما به اینجا رسیدین، خدا وکیل کامنت علکی هم نکنین ها، مچگیری میکنم ابرزایشین. متوجه میشین که پرتوپلاه؟ اگه نمیشین، اگه میشین که میشین دمتون گرم، اگه نمیشین بگی من یه سری ویدیو درست بکنم راجب تیونینگ گوشموشامو، نکنه بد فرم خراب شده باشه اصلا نفهمیم ها، اینجوری که اصلا موسیقی بیمعنی میشه میدونی؟ و یه چیزی هم هست اصلا حال میده. ببین من الان واقعا احساس میکنم اگه ریلکس هممون خواننده شیم، نون ردیف، پورشه مورشه میزون، بزک دوزک فلان، کنسرت های خارجی فلان، پناهندگی رله، پناهندگی چیه؟ پاسپورت خارجی مارجی این آمریکا و آمریکا میگیرن، همه چی نون تو روغن، هیچ کم کاری نداره که، هر چی دوست داری بخون. البته نمیگم ها، این که خب سخته این درست کردن، ولی اگه نن 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 درم دوم دم درم دوم دم ردم دم دم دیدم دم دم درم دم دم همینجوری فلت خوندنش، وقتی این رله کردنش این کنترل کردنش خب یه سختی دیدش. اینم هست بخل، دیوونه شدیم. خدا وکیل 4 تا از این ویدیو بذاریم مغز هممون میره به سمت خلوچلی. این آقایی که اسمش الان حضور ذهن ندارم، با حمید صفت فیت داده بودن سالها پیش و یه خانم نهال سلطانی بود، چی بود تو کلیپ بود، زندانی طور بود و از این حرفا. اسم این آقا رو یادم نمیاد، خوش صدا هم است. خب ایشون هم فالشی داره. ببینید تعجب میکنم، تعجب اصلا دیوونه شدم، تعجبم نیست از این جهت که اینا یه رفیق، بابا اینا همه مگه موزیسیانه؟ اینا مگه مثلا مسعود بی ام و اینا رفیقای اینا نیستن؟ مسعود جهانی و فلان و اینا، یعنی یه رفیق موزیسیان ندارم میگن تو داری توی نوت های بم، ایشون الان داره تو نوت های بم فالشی میخونه. قبلا بارها گفتیم نوت بم خوندنش واقعا سخت، دیافراگم درگیر نیست، کمپرس هوا درگیر نیست. خب داداش یه پرده این ورتر بخون، تو که های نوت نداری که، گیرم هم رسید به کورست که های نوت داره میکروفون رو جلوی جمعیت، درست شد؟ ولی این ورسای بمی که انقدر توش داری فالشی میخونی بیار این ورتر، یک نفر نیست تو اینا مثلا موزیسین باشه کمک کنه. خودش هم من تعجب میکنم، ایشون من یادم پیانیست بود نه فلان بود، یعنی میزد میخوند اصلا. ببین اصلا میدونی الان دارم به چی میرسم؟ شاید مدلشه، اصلا مدلشه، نه که همه کنسرت های ایران این شکلی فالشه، همه هم گوشا عادت کرده، اصلا ریلس انگار، ریلس انگار. ای شاید من همه ناز نکنم، من چه گناهی کردم؟
از ایشون، حالا اسم ایشون رو واقعا فراموش کردم، الان هر چی هم به ذهنم میاد، از ایشون واقعا انتظار نداشتم. ایشون چون من فکر میکردم موزیسین خواننده است، من صدای خوبه ایشون رو شنیدم، پیانیست فلانه، از ایشون تعجب میکنم. اوف ببین کی اومد، مجید خراتا، ابر بمب روزگار خوانندگی. بریم ببینیم ایشون چیکار میکنه. مجید خراتا بمب ها. خب مجید قرارات های مثال بسیار بارز بود آنالیزی کنسرت ایشون. ابتدای کار دادین فالشی بود و هرچی جلوتر رفت فالشی ها کمتر شد. آیا اینو متوجه شدین؟ به نظر میرسه که واقعا روی نوت های بم مشکل وجود داره. ایشون توی ابتدای کار نوت ها بم بودن، فالشی زیاد داشت، فواصل نستن به همدیگه جامپ داشتن، این جامپ ها رو پیدا نمیکرد. هرچی رفت به سمت زیر صدایشون خیلی بهتر شد. خب اینا همه تجربه است، پنده تجربه است. چه جد ایشون باید بالاخره یه آنالیزی از خودش داشته، خودش بفهمه که من اونجاها رو مشکل دارم، به فکر چاره باشه. یا آهنگاشو مثلا آهنگشو تو این بازه ساخته، کلشو تو کنسرت یک پرده زیر کنه. اگه رلس که رلس ممکنه که بگی نداداش من این اون وقت کورسمو نمیتونم بخونم، خیلی زیر شد، پس آهنگ سازیاشو از این بعد تغییر بده. به جای اینکه بازه گسترده‌ای رو سعی کنه بخونه، ورسای بم کور سایزیر، اینو میاره محدود کنه. به هر حال جالبه واقعا برای خودمم. به هر حال میریم. دو برادر، افسانه دو برادر، سلاطین بزک دوزک و روخکار، خصوصا البته سیروان و زانیار. ولی ببینید من تعریف کنسرت هایشون بسیار زیاد شنیدم، ما داریم ویدئوش هم درست میکنیم، ویدئوی بررسی کنسرت های سیروان، پک کامل، صدا، تصویر، نور، خواننده، ممبرا، بند، فلان. بریم این حالا اینجا کوتاه ببینیم. بابا دیگه حالا خب چه اتفاقی داره میفته؟ خب فالشیو میشنوین دیگه، در 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 دا 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 دا. یکی از اینا درسته دیگه، اینه فواصل نوت ها نسبت به هم. سولفژ میخواد، سولفژ اون این کارا ممارستیه، این لامصب این ممارستیه بچه، مثل این جلو بازوی ایشون که حداقل فکر میکنم سی و با توجه به قد ایشون که فکر میکنم احتمالاً 1.75 باشه، دور بازوی ایشون احتمالاً بین 36 تا 38 و ایشون ممارست کرده این بازوها رو به دست آورده، اینجا ممارست میخواد. آقای سیروان که اند خوشتی پای روزگاری دورمو تیغ میزنی، شیشتی خوشتی پی، ریشمیش ابربومبی میزنی خوشتی پی، دمت هم گرم، واقعا هم روی این قضیه وقت میذاری، ولی داشت اگه را داره یکم روی هنجره وقت بذار.
همونقدر که رو جلو بازو گذاشتی خیلی هم بدن فیته، واقعا راه داره که اینجا رو هم ردیف کنی. اینا ممارست باید اونقدر بخونی، سولفج بگی د د د د، یک بیلیون بار این عادت کنه همونجا بیفته بگه د د د د د د دم دم د 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 د. نه پره یه جاهای دیگه مثل الان. خوشم اومده ازت بگم بیشتر توجه بازه من نظر که از دست برم ستار مایه بیمرارم و کسی که نمیتونه بی تو بگم عالی. بیا جلوی کشورم آخه دلو تو دارم و چه خوب حالم و تو عزیز منیم باری که الا فاصله چیز منی عشقم واسه عشق تشنم چون برای ساعت هم هزینه زیاد میکنه. هوبلوه ساعت؟ نه هوبلو نیست. آفرین. باری که الا فاصله مزایایی هست، همش که ابر پرت و پلا نیست ولی قابل قبول نیست. ما نمیتونیم از سیروان چند میلیون فالوور رو 10,000 سانس کنسرت بگیم داداش دمت گرم انقدر فواصل خوب میخونی ولی اونجا هم فالش داری. قابل قبول نیست از شما. شما نباید سوتی بدی، نباید اشتباه بخونی، میدونی؟ نمیتونیم الان بگیم باری کلا اینجا رو خوب خون، این که داری درست میخونی اصلا وظیفته خواننده مگه نیستی؟ اگرچه فاصله خوشایندی پلی نشده بی سلیقه‌ای من دارم میبینم، باید یه فواصله دیگه ای رو انتخاب میکردم ولی خب باو. ولی بزک دوزک عالی بالاتنه. قبل کنسرت قطعا 100 تا شنا سوئدی لای کار بوده. تریپ کار بمبیه. میکروفون اینطوری برخی فواصل عالی. باریکلا برخی فواصل عالی. خب به نظر میرسه که اینا یک کارایی رو، حالا من هنوز نرفتم زوم رو سیروان میریم، به نظر میرسه یک کارایی واقعا ترتمیزه. تموم شد. خب ما دو سه تا از این یه دقیقه یا سیروان، ببین زانیا رو چندین بار بررسی کردیم، ایشون واقعا چون که همش هم بم میخونه فالشی واقعا زیاد داره، زانیا باید یه مقدار بیشتر زحمت بکشه. ولی تو سیروان چون همه پارتا 30 ثانیه یه دقیقه بود، من درست سیروان رو هنوز نکشفیدم. به نظر میرسه که یه چیزای خوب ما تو کار میبینیم درست درمون حسابی، یه چیزای بعدم میبینیم درست نادرست در نادرمان ناحسابی. اینو باید دیگه موکول کنیم به یک ویدیو کامل دقیق بررسی کنیم. ولی سیروان به نظر باحالم میاد. من خودم سیروان رو دوست دارم ولی دلیل نمیشه چون من دوستش دارم ضعفای کارو نبینیم، انتظار داریم. نخیر. کما اینکه الان سلندیون به خونه، انتظار داریم پاره کنه کارو. جرسنگین. یه دونه فالشی نمید. خب یه دونه فالشی داد سلندیون فلا سلندیون فلا نداره دیگه. انتظار داریم، مایه دادیم بریم کنسرت سلندیون که ابرکف کنیم، متوجهی؟ مایه میدیم به کنسرت های یه میلیونی. چند میلیون الان کنسرت نمیدونم 500-600 تومنه دو سه نفری با دوست دختر و رفیقش. ازان ماشالله همه با رفیقت بیا، با رفیقت بیا که تو باید بلیت کنسرت رو مهمون کنی. یکی دو میلیون میدی باید بالاخره یه چیز تمیزم بشنوی. چیه؟ آها این آقای
دلوندم ردم دم دم اون آقاست اسمش دستا کجاست؟ دستا کجاست؟ دستا کجاست؟ وسط کنسرت دستا جای خاصی نیست آقای اسمتو فراموش کردم این سینماه وای خدا دیدین چی شد بند چیزگیجه گرفت بند چیزگیجه گرفت چون که ایشون داشت توی یه گام دیگه حداقل نیم پرده اشتباه میخوند بند زد دیجور ننمه فکر کنم بنده تغییر گام داد وسط استیج حالا الان گیتار رو خراب کردم کوک موکشو مثلا فرض کنین که مثال با همین کوک فالش همه داشتن اینجا میزدن یا فهمیدن ایشون داره یه جا دیگه میخونه گفتن یه چیز دیگه فکر میکنم یه لحظه من دیدم که اینسترومنت گامو عوض کرد نیست بابا اذیتمون میکنی مگه میشه شما رو استیج گامو یه نیم پرده اشتباه بری بعد برگردی سویچ کنی فلان تو میبینی عوض شد نیم پرده یه پرده بم شد اصلا همین جوری نیم پرده بابا تیریم کفشا ولی بمبه ها خوشبختانه آرتیست های ما یه خوبی که دارن رو تیپ و اینا ای کاش همون وقت رو هنجره میذاشتن کار بیشتر دارن ولی تیپ ها الان کفش خداه باریکلا کفش خدا نه رقصم خوبه تیپ خدا چیکار میکنه؟ ماچو ایناه؟ انگولکه؟ آه نه آها دسته یعنی ایشون هم دستمالی کردن داره مردم همین کارا رو میکنن که اینا اینجوری میخونه یعنی حله حاجی حله ما هر جوری میخونیم ما رو دستمال من یاد اون آقای چیز میندازی که ملت ماچو فلان میکردن خب این دستمالی کردن نداری که داداش نمچه دستی دراز میکنه حاجی بمال بمال و فلان دستمالی نداره ایشون که دست گرفتن داره این صدا شاید هم اینا علکی طور باشه همین رفیق مفیقا رو گفتن این زیر ردیف یکی که مثلا جو کار رو مگه میشین دستمالی نداره عالی البته روخه کار به نظر 30-40 نفر بیشتر نمیاد این چیزی که من دارم میبینم کی اومد؟ نگو که ایشون فالشی داره نگو گوگوش؟ نگو واقعا آقا اون خواننده قبلیه واقعا اوزا ابرخیت قارت بود ولی من گوگوشو امیدوارم که چیزه یعنی هدف ایدیتور برای تهیه این ویدیو فالشی گوگوش نباشه گوگوش بچه ها من حالا شما رو نمیدونم به نظر من نفر اول من حتی ایشونو به هایده از نظر سوپرستاری حالا همتراز با هایده حالا یه ذره بالا پایین ایشون اول به حال من تو ذهنم میپندارم نگو که گوگوش فالشه من عاشق گوگوش بودم بچه بودم هنوزم آهنگای گوگوش اصلا یه دنیای دیگه از خودش آهنگاش گوگوشه دیگه یکه بینوله خب به نظر میرسه موضوع سن فاکتوره الان نمیدونم ایشون شاید 70 سالش باشه نمیدونم شاید هم بیشتر ایشون دیگه حجم صدا نداره نفس نداره از ضرب میفته چون که نمیتونه نگه داره دوست داره ویبراتو بزنه چه ویبراتوهای قشنگی هم تو این سن میزنه بچه ها
ولی دیگه وقتی ویبراتور رو عمیق میکنه از ضرب میفته، چون که دیگه نفس نداره ادامه کلمه رو بره. چه ناراحت کننده. از این قصده تن راه بشون ای تو تک چراغ این شب تو. بسیار سرتر از همه این جوون موونایی که تا الان دیدیم بود. همینش بسیار سرتر از همه این جوون موونایی بود که ایشون در هفت. همینش ها. من فاکتور سن و حالا نمیخوام واقعا چون ایشونو دوستش دارم بخوام مثلا ماسمال کنم کارو، فاکتور سن ایشون به نظر میسه دیگه باید یه مقدار با استیج خدافزی کنه، چون که دیگه اون نفسو نداره. ولی خب هنوز داره تو این سن ویبراتور میزنه تو ضرب عمیق، تیونینگو داره قابل قبول سعی میکنه که نگه داره، ولی دیگه نفسی نیست برای اینکه کلمات درست ادا شه توی این نوت. این که گذشتم از کنار قصه هایی. حالا هندکی ما فالشی داریم، اگرچه من یه لحظه اوتو تیون یه چیزی اون انتها بزو یه بار دیگه بریم ببینیم نکنه خانم گوش اوتو تیون ران کرده. این که گذشتم از کنار قصه ها نیست. حالا خیلی تون تکسانیه مشخص نبود، البته یکم بعیده چون اون ویبراتوار رو اوتو تیون حذف میکنه، اوتو تیون بعید بود. حالا دیگه اون یک ثانیه نیم ثانیه نمیتونم، ولی به هر حال خانم گوگوش و من اوکی دیدم چون که فکر کنم فالشی قابل توجهه که نبود. هنوز فیلینگ نامبر وان، هنوز تکنیکا اوکی، هنوز داینامیک اوکی، ولی دیگه واقعا توانی برای ارائه یک کنسرت دارای صدای حجیم و تنفس نبود. ولی چون من شنیده بودم که به ایشون خیلی تاختن، این چیزی که من دیدم خیلی تاخت و تاز نداشت، اوکی به نظر میسید، حداقل نسبت به تمام اینایی که تو کل این ویدیو دیدیم اوکی تر بود. خلاص بچه‌ها اینم از این توضیحات ما. حال میکنین؟ بیشتر وارد میشیم، هی داریم ورود میکنیم ورود. حال میکنین؟ بیشتر میکنیم ورود. حال نمیکنین که میکنیم بیشتر خروج. کامنت کنید نظرتون رو بگیم، واقعا همگی تو کف موندیم تو این چند ویدیو. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.